یک روز جمعه به رادیو آمدم. به رادیو آمدم و در رادیو یک نفر در شعبه تکنیکی بسیار رفیق بود. یادش بخیر اگه زنده باشه. اگه نه از یک کسی شنیده بودن به خلم تکلیف و علالت داره شاید وفات کرده باشه. به هر صورت اگر زنده باشه یادش بخیر. نانش گرم و اوش سرد باشه. و اگر وفات کرده باشه جنت ها جایش باشه. بسیار آدم مهربان بود. انگلیسی رو باز وقتام را شکار میکردم و ای بی سی دی و اینا رو فقط هم جن دادن حروف و امنا رو که شکار میکردم. ای مدیر تخنیک بوده. شعبه تخنیکی می بود. اکثر وقتام پروگرام اردو رو که میرفتیم. در وقتای فارغ باز میرفتیم و رای میدی جان گرد میزدیم. میدی حبیب. باز رفتم ساعت 8:30 9 بجه صبح بود روز جمعه بود. پیش از اینا رفتم گفتم میدی جان همی آقای زلام در ترالا یک واسطه شو برای من بگو که برای من یک پروگرام بده. اون اونو گفت مه باش باش تو میدی باش خلاص این حال برش میکن پاورا. آقای زلام طرف ما نزدیک می آمد. نزدیک آمد و سلام علیکی کرد و رای ما هم سلام علیکی کرد. آقای زلام دیگه منتظم پروگرام چیز موسیقی است. در اون وقتی که پروگرام اردو و فرانسوی و عربی و انگلیسی و اینا به نام منتظم یاد میشه کسی که اداره میکرد منتظم این پروگرام یاد میشه. موسیقی هم چون خود رادیو مدیریت عمومی بود دیگه این رو به نام مدیریت یاد نمیکردن. پس آنها باز رادیو که ریاست شد باز به نام مدیریت یاد میشه مدیریت عمومی یا مدیریت اما وقت به نام منتظم دیگه. منتظم پروگرام موسیقی آقای زلان بودن. آقای زلان میدی جان برش گفت که آقای زلان دیر فطرت صاحب پروگرام بده بدرم چی میکنه زحمت میکشه کار میکنه. گفت باز کتیم آواز به سر خود و تلفظ خراب خود و بیتال هم هست چی میکنه. میدی جان چی کتیم بدر گفت چی میکنه بقیه به سر هستن بان یک به سر دیگه هم اضافه شوال چی فرق میکنه دیگه دیگه کجا کجا به سر هستن خیر هستی کنه بان میشه بیچاره بین. خوزران ما آل ایران بگم که یه آل از برای تاریف مره کرد یا بعد مره گفتید که مقایسه را که آل تلیقه بیسور هستن یک بیسور دیگه هم راستی ما بیسور هستن دیگه. زلان فورا مره گفت بچه داری کدام چیزی؟ گفتم بله سیب دارم. برو خیلی ساعت 10 بجه خبرهای پشتوست بعد از خبرهای پشتو برای انانسر بگو که خودت میخوانی. گفتم درست است. یا خوش شدم دیگه هیچ باورم نمی آمد. روز جمعه مست گئی. روز جمعه دیگه مردم مصروفیت دیگه نداشتن. یک رادیو بود و اونم سینما بود. کسی که سینما می رفت اون سینما خانه که بودم رادیو بود. رادیو می تو نبود که 12 ساعته پروگرام داشته باشد. 2-3 ساعت صبح بود. یک 2 ساعت هم چاشت بود. 4 ساعت هم صرف شب بود. 10 بجه شب خلاص می شد پروگرام. سلام شایی مانده می شد خلاص. دیگه رفتم در استودیو. سلیم سرمستم اونجا بود و ننگیالای فقیر ننگیالای بود و 3-4-5 نفر دیگه هم نوازنده و اینا بودن. من که داخل شدم اونا سونه یکی دیگه سجده کردن که بلای جان باز آمد. به هر صورت ما دیگه برای زنها چیزی نگفتم که یا بیاین شروع کنیم. رفتم بسیار عاجزانه در پالوی ارمونیه ششتم همی بالا و پایین رفتن در ارمونیه چی کدم؟ شکل کدم خواندنه شکل کدم. خواندنه شکل کدم و یا سونیه که دیگه سهیل کدم برزه شکل کدن موازم اینا فهمیدن که یک چیز هست یک چیز شده. نزدیک آمدن گفتن پروگرام داری؟ گفتم بله. گفته نه تو بگو دیگه بدر. خب باز گرفتم سلیم سرمست ماندولین برداشت فقیر ننگیاله پشت پیانو رفت ششتو جازبن نواز حکیم نام داشت بخلیم او رفت پشت جازبن ششتو همه هر کدامش تبلا و جازبن و چیم چیم نار کل شبه کار انداختم. همه خواندن نغمه را هر کدام حصه ایشان را دادم که اینی ماندولین است و اینی هم برای اکوردیون است و تمرین کردیم یک 5-6 دفعه 7 دفعه. در این وقت الانسر آمد
انا مسار آمد گفت این دفعه چه تخلص داری؟ برای اینکه هر دفعه یک نام نو میموندم، بیباک بود و پرواز بود و راست نهاد بود. گفت این دفعه چه نام است؟ گفتم یک چه فکر کنم نامعلوم باز مجهول خوشم نامد. گفتم ناشناس. گفتم این ناشناس؟ گفتم من ناشناس. گفتم نام ناشناس چه بود؟ دیگه ایره یکی دو نفرم تون گفتم که تخلص ما برش انتخاب کردم، کسی در این نقش نداشت. اول که این کار بسیار عجیب و غریب، افتخار نیست که کسی یک نام انتخاب میکنه، بسیار چیزی عادی است. مگر به هر حال یعنی ما اصل قصه از این قرار بود که من خودم امون لحظه تو چی گفتم نامعلوم باشه، مجهول باشه، منا خوشم نامد، گفتم ناشناس باره. ناشناس قلاق ما برست. باز از این با دیگه به نام ناشناس خوانده رفتم. خب به هر صورت خواندن تمرین کردیم و آماده شدیم. در اونجا دیگه چراغ سبز که می بود ما آزاد بودیم، گپه نبود. با چراغ زرد که می شد خوش باشه، در چراغ سرخ شروع می کردیم. چراغ سرخ شد و اناوس دادم اونجا شروع کردیم. امی خواندن از امو وقت که از سال 1954 است اینن امینجا آوردیم و امو را باز بشنوین ببینید که آواز امو وقتایی که بی‌سر بودم و بی‌تال بودم و تلفظم هم خوب نبود که امو را خودتان مجسم بشنوین و ببینید. Vira mai dil pata bakai ja ayat ma mahe man vi dil par ta khat ma asam vira mai dil pata bakai ja ayat ma mahe man vi dil par ta khat ma دیگه امور خواندم و امی خواندم که خلاص شد. خوب دیگه 7-8 دقیقه بود ای که خلاص شد. دیگه میخواستم از یک رای گریز بگریزم و
روی در روی کس نزنم. گفتم باز چه میکنن اتمن بگن که خوب نبودی چی کدیم چطور. دیدم که میدی جان در بیرون در گوشه که از اونجا باید من برم مطلب بود که تو بیا چه باید گپ برات میزنم. رفتم گفتم چی گپ است؟ گفت آفرین خوب خواندی. راستی گفت آه. گفت تو سه تا تلفون آمد در استودیو. گفت زلانده من اونجا بود. استودیو تلفون آمد گفت زلانده کار داره. اونجا تلفن رادیو رو تقریبا کلی که میفهمست که میارم صدای امریکا و صدای آلمان و کجا و کجا اینا رو میفهمن نه فورا نمبرایش معلوم است اما معلوم بود برای کلی که تلفن کرده بود گفت از گپای چیز جوابایی که آقای زلان میداد از همون معلوم میشد که تعریف کرده. خب پس اونم شد که برش گفته بودم که آوازش بشار با آواز خودش شباهت داره بخلم کار کردی سرش گفت بله بله یک چیز کار کردیم سرش بله باز چی کردن؟ خب اینو میزی توصیف ها و تعریف ها و یا هم تو چی کردن گفتن؟ یعنی خوب شاگرد داری و خوب پرورش دادیش یا خوب کار کردی خب تعریف ها کردن. خب بعضا دمی وقت بود که زلان از استودیو برآمد از استودیوی دیگه از شعبه تکنیکی آمد طرف ما بریزی که بدوانش میچه بد نبود بد نبود خوب بود خوب بود بچه داری کدام چیزی دیگم؟ بله سیب دارم. گفت خواهی بعد از دوازده چاشت خبرها بعد از دوازده خبرها اول گفتم میشه باز دوازده و پنج نوبت میره باز برم خواندن دیگه ایتم تمرین کن برو تمرین کن باز باز خلاص دیگه مرا خدا داد آمدم در استودیو مجد سلیم سرمست و اینا بودم اونا گفتم که خوب بود بسیار خوب بود یا بازم خواندن دوم دیگه آجاره بود او را چی کردیم او را خواندم او را خواندم و خلاص که شدم زلان من بیرون استاد بود گفت بچه این بعد از این روزای جمعه بیاد دیگه خلاص روزای جمعه خوب درست هست بره بله درست هست روزای جمعه بیاد دیگه از خودت هست مقصد کار و زحمت کن دیگه که چیزای نو نو پیدا کن خوب درست بس دیگه باز شروع شد ازم روزای جمعه در سه چهار جمعه دیگه کمتر کسی بود که آشنا نباشه با نام ناشناس همگیش رفتم برزی که دیگه مشغله نبود آره در این وقت برای جوانا یکم مشکل است در تلویزیون بیان صدها تا تلویزیون برنامه های دیگه است در تلویزیون های چینل های مختلف یا در بیرون میرن سینما ها تیاتر ها از این خاطر تا که به شهرت میرسه بسیار مشکلات میبینه و بسیار باید سهم بگیره تا یه شهرت پیدا اما در اون وقت بسیار سهل بود مشهور شدن هم به بد شهرت یافتن هم به خوبی شهرت یافتن هر دویش دیگه ما که سر از این چیز زیادتر فکر کردم اما دفعه اول که استقبال درست نشدم ما فکر میکنم که به سن و سال ما اما موضوعات که اشعاری که ما انتخاب میکردم محتوای اشعار زیاد با سن و سال ما نمیخوان اونم بیشتر شعر برتون گفتم ای دل با کام که جان را تو بگیر شعر دوم از بیدل بود حاصلم زین مزرعه بیبر نمیدانم چی شد خاک بودم خون شدم دیگر نمیدانم چی شد یا از جمادی مردم و نامی شدم و از غما مردم به حیوان سر زدم مردم از حیوانی و آدم شدم پس چه ترسم کیز مردن کم شدم اینو تو اشعار یار میخوندم و این طبعا مردم چی میکردن که با خامی های آواز هم این برابر نمیه و به این سن و سال بازی مخصوصا آواز در حالت دورگه که باز خراسک هم میشه تحملش زیاد نبود دیگه بازم روزای جمعه دیگه چی شد و خلاص تقریبا در کابل همگی با همین نام آشنا شدن و ابو کسایی که در رادیو می بودن از طرف از اونا تشبیه شدم مگر در بیرونا کس زیاد خبر نداشت حتی یاد من یک روز یکی از دوستها در بیرون مکتب بوده مکتب زرغونه رخصت شد و ما در پیشروی مکتب زرغونه تیر می شدم راه معمو بود یک نفر از دور صدا کرد او ناشناس او ناشناس ما چی کردم خدا به کلی چی انداختم یه خبر انداختم که نه ناشناس دخترها که برام آمدن ایشون سنسل می کنم که کجاست کجاست ما چون کاری کردم که باید کس نفهمه که ما هستم پشتر هیچ سلی نکدوم کسی که صدا میکرد
بیشتر هیچ سعی نکردم، بسیار نرمال و عادی میرفتم اکشن اول نشان نمیده. از این خاطر دخترایش فکر نکردن که من باشم، هر کس کس کدام کس دیگه است. و دیگه آواز هم شاید شباهت به چی برسه که من بی نهایت لاغر بودم، هیچ کس فکر نمیکرد که من آواز سنگین و چیز یک کس به این لاغری داشته باشم. چنانچه امی هم یک وقت چی شد، یک زمان مگر بسیار بعد از این بوده بود، من برای یک رفیقم را میرفتم، باز رفیقم که دو سه نفر رفیق دیگه در پیش دفتر فرهنگی سفارت امریکا بود دیدم و اونا گپ زدن شروع کردن، من یک گوشه ایستاشتم اونا ما بین خود گپ میزدن. در وقت از دور دو تا دخترم تو آمدن به خیلی من یکش مشناخت مره، یکش مشناخت مره و دیگر توگه کرد. من که سیل کردم گفتم شاید دباره این مدیگه ایده چندین ماه تیر شده بود، چندین پروگرام ها را من تیر کردم، اینه شهرت به قدر کافی بود. بازمو نزدیک که آمدم اما کسی که برش معرفی شده بودم و دختر گفت آوازش به خودش هیچ نمیخوانه. من سعی کردم گفتم چی باید پالوان برات واره می بودم؟ گفتت از ما آواز باید می بودی. گفتم بی بی جان آواز خوب از نایی می برایش، چار تراش نمی برایش. دیگه می چیزه؟ برش گفتم اینا خنده کردن و رفتن تیر شدن. خب یعنی شروع فعالیت ما به نام ناشناس از اینجا شد و باز زمون نام ناشناس دیگه ماند و دیگه باز تغییر ندادم می شد. دیر باد دیگه باز و کسی چی رو بر شما یک وقت کردم مو. دفتر پدرم که اون نفر برش تبریک گفته بود که هندو همکار بانک بوده، تبریک برش گفته بود. از خاطر چی تبریک؟ از خاطر بچه تان ناشناس. گفت من برای شما هیچ وقت شوخی نداشتم. پدرم مدیر مامورین بوده، شوخی نداشتم. بازو گفت ببخشید مولوی صاحب به قل ما غلط کردیم. رفت چشم باز شب مرا خواست بچه من دیاز پرنسیپ خامیره کار درست نکردی که چهار سال بعد راز خانه مرا یک کس دیگه برای من میگه، کار بانک برای من میگه میجه. استارا بلند تو گفتم از ترس بوده که کار کردیم نبوده که شما را آزار بدم یا شما مخالف هستم. بچه من مخالف هم برای موسیقی نیستم، مخالف هم برای فرهنگ عقل ماندهی خود است. مردم ما هنوز موسیقی نمتون به رسمیت نشناختن، ایره بدعت میدانم، ایره با کفر نزدیک میدانم، ایره میگه فکر مردم از خدا منحرف میسازه و به چیزهای عیاشی ها و به اینا مصروف میسازه. از این خاطر چی هسته؟ من دلایل شروع کردم و یا گفت بچه بسیاری چیزا با منطق درست میباشه، لیکن در عنانات مردم و در رسوم مردم برابری نمی کنم. مردم باز مردم جاهل باز منطق نمی فهمن، اونا چی نمی که در جهان چی رقم است و منطقه نی رقم. گفت ما برای یک چیز بسیار سوال ساده است پیشت میکنم، برای من صادقانه جواب بده. ما وقت آرسی نکده بودم. گفت اگر زن رقص خوب بلد باشه، بسیار هنرمندانه برقصه، یا دختر بسیار رقص هنرمندانه داشته باشه، شام یک کس دروازه ایتا بزنه که خانومت یا دخترت اجازه بده که محفل ما را خوش بسازه، میمونیش؟ گفتم نه. گفت بس دیگه، ما بین جنریشنی ما و تو هم موقع تفاوته. تو دخترت یا خانومت نمیمونی که یک جای برسه، من بچه من نمیمونم که در روی استیج بخونه یا در رادیو. در مورد ازی که یک سوی تفاهم پیش نشه، امی که پدر مخالفت میکرد، راستی برتان بگم که او در طفولیت همونطور که گفتم برای شما در دارالحفاظ رفته بود، در 8-9 سالگی و 3 سال اونجا درس خواند و در حفظ قرآن زحمت کشید و قرآن از حفظ کرد. دیگه باز یعنی چی نبود، آدم محدود نبود، آدم محدود نبود، درس خصوصی هم خواند و درس در مکتب هم خواند تا یک حدی. دقیقا من چیش نمیفهم که برزی که شهادتنامه این ویزایش من ندیدم که پرسان هم نکدیم از پیشش، ولی اما قدر گفت که در طفولیت یعنی اما وقت بوده که در کوچه سانقه بازی اونا میکرد که جنازه پدرش از بالای سرش گذشتاندن اونا رو. باز رفته در اونجا و ماهاش از اونجا میگرد در ماهانه او رو برای مادر خود و برای برادر خود و برای زنا میداد. دیگه باز روم تحصیلات خصوصی اینا رو هم انجام داد. یا
یعنی قاری قرآن بوده و خودشم هم نیمه قرآن اون قرآت که میکنه نیمه قرآن هنر موسیقی است. اگر در آغاز اسلام فقط حضرت بلال با عنوان مؤذن گرفتن برای دیگه آواز خوش داشت و او چی میگه. حتی ما همطور هم شنیدیم که یک یهود بود او آزان میداد. ابو یهودی ها برش میگفتن که تو خوی یهود هستی تو چرا؟ گفت برای من معاش میتم به خاطر از اینکه من آزان میتم دلیه کدام چیزی بدینه من برای اونا معاش میتم به خاطر این آواز خوشم من رو مقرر کردن. این با معنای از اینه که من مسلمان شدیم یا اینا کدام خدشه به دین و مذهب ما وارد نشده اونا. یعنی آواز خوش تاثیری چی داشت و خود پدرم هم از این آواز محروم نبود میخوان. و راست بگویم که در هندوستان ما یادمه که یک مدت زیر نظر یکی یا دو تا استاد موسیقی هم خواند و همین کتابایی که من داشتم همین 3-4 کتاب این هم از کتابخانه پدرم بوده. بر شما ذکر کردم محمد افضل خان نوشته کرده بود همین آره خان محمد افضل خان در 1936 ناچاپ شد تحصیل موسیقی تکمیل موسیقی و انجیل موسیقی همین آره. راستی بگم اما هرمونی اولی هم که من داشتم یا گرمونی بسیار خورده که به سنگاربخش زیاد شباهت داشت امور آوازش اگه ذره باریک و اینا بود. خب به هر حال یعنی از امو ما تو شروع کردم. پدر چی میکرد که تحمل نخواد داشتیم تحنی مردم اگر یک وقت بتن. راستی هم در زمان متعلمی قدر آدم شخصیت اجتماعی بسیار ثابت نمیداشته باشه در مأموریت و اینا هرچی که هستم چوکی و مقام و اینا کاتب هستی سرکاتب هستی مدیر هستی مدیر عمومی هر قدر رتبه بالا میره یک ذره اما حیثیت و اعتبار و اینا بالا میشه و از مردم چشم احترام توقع داری و خطاب و گپ زدن و اینا را آدم چی میکنه مد نظر میگیره باید احتیاط کنم رای کس گپ میزنه یا گپ از کس میشنوه باید حدود معین باشه. همین چیز همین جنجال ها اونا بود البته باز ماموریتی ها. خب مقصد مسئله ازیست که ما در اولا اعتنایی برای همین گپ چی نکدم پدر فکر کردم که ای خوش نداره فقط میخوای که بچهش باید حتما رئیس شو و وزیر شو یا در یک جای در پوهانتون و دانشگاه استاد شود مقامات بالا را داشته باشه. مادر باید بسیار آرزو داشت که من دکتر شم دکتر طب شم برای که در تمام قندهار یک دکتر طب بودم دیجور میخواست که همین تعداد از اونا باید زیاد شود کلگی مردم همین در میستم تو بیم چی کنیم میخواست او باز طب میخواست لیکن من حافظه بسیار بد داشتم و امیالم حافظه بسیار بد دارم و ما برای خواننده اما اولین چیز ضروری کسیم که علاوه برم آواز حافظه خوب هم هست که باید داشته باشه که اشعار و اینا ضرورت نباشه که از روی کتابچه بخونه. وقتی که تحصیلات خلاص شد هنوز تحصیلات خلاص نشده بود زمان تحصیل من حتی تاثیری از این چیز دیدم. من در 1953 که نو شروع کرده بودم با موسیقی به نام های مختلف میخواندم برای شما برای تذکر داریم در اونمونجا یک روز رفیق هم سنفیم بود برای گفت که بیا امشب در یک جای دعوت هستیم میریم. کجا هست؟ خب یک نام یک نفر اگر بود تو نمیشناسیش همونجا که رفتی باز میفهمی خوب مردم هستن بیاییم میریم. باز رفتیم همونجا رفتیم خانه یکی از معتبرین بود پدرش در ریاست تمیز کار میکرد و ریاست تمیز هم استیناف هم درجه بالاترینش محکمه چی بود؟ تمیز بود در درجه بالاترینش بود دیگه بسیار معتبر آدم بود. با اونجا رفتیم تصادفاً همونجا تصادفاً نه که دعوت شده بودن ساربان مرحوم هم همونجا بود استاد سلیم سرمست هم بودن و فقیر ننگیالای هم بود و دیگه همون 5-6 نفر 7 نفر اعضای فامیل خود همه شخص بودن که خانهش رفته بودیم اولادای کلانش اونا بودن. تا صبح خواندنا شد ساربان خواند من هم دو سه خواندن چهار خواندن کدام اینا به اصطلاح اونطور می آمدن و گوگرد بالی سر ما مشخستاندن که نظر نشه ما
هر کدام جا میگه نظر مات گفته در پشتو که میگه نظر نشه به اونها رو مشکتان. یعنی خوب محفل چی بود؟ حتی همی شخص با وجود که تفاوت سن و سال بسیار زیاد بود لیکن اینقدر صمیمانه صحبت میکرد، آدم فکر نمیکرد که تفاوت سن ما بین ما وجود باشه، فکر میکردیم که یک رفیق همسنفی ماست، یک درجه بالاتر یک درجه کمتر، بسیار در حدود ما چی میکرد، شوخی و مزاح میکرد دیگه. خب شب خوش دیر شد، شب خوش دیر شد و آمدیم خانه. یک سه چهار روز بعد از او آلا حضرت برای تداوی چشمای خود بود یا برای تداوی چکاپ بود برای چی بود بیرون رفته بودن دیگه، من نمیفهم پاریس بود یا کجا رفته بودن. از اونجا پس میابدم ما را از مکتب گفتن که بین به استقبالش میریم به میدان هوایی. همین میدان هوایی هم خوجه رواش در منجا بود و این منجا سنف ما هم امتون آمد و از مکتبای دیگه هم از مکتبای عالی لیسه ها از امینا آورده بودن، در حدود چند هزار نفر میشده کلی متعلمین بودن نا. ما هم آمدیم در وقتی که چی میگه ترمینال و یک پان نبوده، فقط یک ریسپان دور از یک جای تا یک جای دیگه تر بسته کدن، از ریسپان کسوسو تجاوز کده نمیدونست، بعض نفرها همطور میگشتن دمی بالا و پای میفتن کس از اون ریسپان اون طرف نره، برای دیگه دو دانه رنوی بود، یکی برای ششتن تیاره و یکی برای بالا رفتنش برای پروازش بوده و یکی دیگه برای فرود آمدنش بوده دیگه. اینمی سحنه رو میدیم در این وقت دیگه نطاق با گویای اعتمادی بود. خوب به یادم از تاره را که اما یک شعر حافظ میخوام که رواق منظر چشم من آشیانه توست، کرم نما و فرود آگه خانه خانه توست. این بیرم در میخوانده با تابسره های دیگه و اینا رو میکرد و اینا و تیاره اعلی حضرت در دور دور کابل یک دو سه دور زد تا که رای یافت مناسب را همطور با این آمد. خب در امی وقت پیش از این که تیاره به میدان با این شو و فرود بیایه، ما همی شخص دیدم، اما شخصی که در خانهش دعوت بودیم در برودبه بسار کلان داشته و یا سنش در حدود 55-60 دمی حدود بوده. ایده دیدم که یه همون شخصی که در خانهش میمان بودم و نزدیک رفتم و گفتم رئیس سید محترم سلام. بچه وعلیکم سلام، خوب استی؟ درسته اوش میدرف نبیه خوب استی؟ جورستی؟ بس دیگه ایست مثل دیده که ندیده ای تاسو بی گوگل شکستاندن ها وی ازت ها وی آفرین و نظر نشیم یا کلش قصهش مفت شد یا چطوری چی رقم شد. ای اما اولین ضربه بود که ما خوردم که به گفت پدر یادم آمد که به نظر احترام نمی بینه نمی خاننده ها و نوازنده ها و اینا را، باز مخصوصا که درجه خاندانی هم داشته باشه او خودی که باز دیشتی که اصلا در جمع آدم ها نمیش مقرنه ترکساره، اگه در اون شو چی کنون موضوعش جداست نگه در ارگوگردار هم مشکنان همونی چی میکن، لیکن از اون که سبای شد دیگه باز شناخت نگه دارد. ای اولین ضربه بود که ما خوردم. اولین ضربه خودم باز رو گفتم که فطرت آقا اگر میره یادم بگیری حالا خود یاد نداره هیچ چیز نمیشم، اگر یادم بگیری دیگه از این مردم باید دریغ کنی. یک فرمول کشیدم برای خود که دیگه از این مدیریت یک درجه بالاتر بود برای دو دیگه من خواندن نمی کنم و همه طرف بود که من 55 سال هر قدر کوشش کردن در ارگ نخواندم، اما عزمی که کرده بودم اما عزم نگاه کردم تا آخره. دیگه این ضربه اول بود که من و همی تصمیم من گرفت و همی تصمیم من چکدم، یعنی همیشه که خواندیم برای وزیر نخواندیم، برای سفیر نخواندیم، برای رئیس هم نخواندیم، حتی کوشش کردیم که نخوانم. و اگر در مابین شنوندو اگر بوده باشه اگر نفر رئیس بوده اگر قصور از من نبوده، اما که به خانهش برم و حساب معتبرین ها او از قلم من دیگه خلاص چی شد پیش من قصه ایشان مفت شد. دیگه ای ضربه اول بود که چی شد با ما حواله شد و گفت پدر یادم آمد که بچه جان میره خطا کردی، مگر به هر حال